سلام دوستا، امیدوارم که حالتان خوب باشه، خسته نباشین. ما می لحظه در ایرپورت کرایستچرچ هستیم با جمعی از قوم و دوستا و ما اینجا منتظر رسیدن جناب آقای برهانی هستیم که ایشان ساکن کانادا و فعلا از استرالیا در اینجا مشرف میشه و ما با جمعی دوستا منتظر ایشان هستیم. بعد در ایام اربعین اینجا خواهد بود، از بیانات و سخنرانی های ایشان مستفیض خواهیم شد. تا آخر با ما باشین. آقای برهانی تشریف میرن از شهر ملبورن در شهر زیبای کرایستچرچ. دیگه پیش از پیش تشریف آوری جناب عالی را و شهر کرایستچرچ کشور نیوزیلند خوش آمدید میگیم. دیگه آقای برهانی کسه از شخصیت های برجسته قومای ما از جاغوری لومان است، سکونت در کانادا جناب امداد که است برای آشورا سیدنی دعوت بود، بعد از سیدنی در ملبورن آمدند، از ملبورن هم که است در دیدن دوستا و قوما شهر کرایستچرچ برای ایام اربعین انشاءالله تشریف آوردن. ممکن است امروز قوما برادرا که در اینجا تشریف آوردن برای به حساب انگلیسی ویلکم و خوش آمدیدی آجی برهانی صاحب کسا تشریف میرن مجم دیم. در شهر کرایستچرچ خیلی خوش آمدید، خیر مقدم میگم شما را و حستانه برای ما بگوین که اولین بار قومای نیوزلند میبینید، اگر لطف کنید. یک جهان سپاسگزار هستیم از اقوام عزیز و دوستان گرامی که مرا مورد لطف و محبتشان قرار دادن، استقبالی که ما خود کوچکتر زی میدانستیم از ما به عمل آوردن. اینجا سرزمینی است که وطن دویومی مردم ماست و از این که اقوام عزیز را شاداب با رنگ بشاش با چهره های زیبا میبینیم بسیار شاد هستیم. خدا را سپاسگزار هستیم.
که مردم ما اگر از وطن خود کنده شدن در بهترین سرزمین جای گرفتن، جای سپاسگزاری است. متشکر هستم، قدردان زحمت عزیزان و بزرگان هستم. خدا شما را حفظ کنه انشاءالله. مایت باشید، قربان شما، سلامت باشید، قربان شما، خدا شما را حفظ کنه انشاءالله. بسیار والا، بسیار والا. آقای معصومی صاحب بزرگوار. بله صاحب. فلان چی اینالی؟ حال ما آقای امیری در نورت وود. خب. خانه آقای حسین اصغری. خب. خانه بازونی بخیر، باز میگنی دوباره. بسیار خوب. حاجی آقای حاج برهانی هم که تشریف آوردن و با جمعی از دوستا دمی خانه آقای حسین اصغری همینجا جمع شدیم، یک احوال پرسی و یک زحمت کشیدن، یک چای و مبارک کردن شیرینی. آرام بخیر رئیم طرف حسینی هم اینجا بخیر شما دوستا من از برنامه دارم شما.
عزیز ما اهلا و سهلا و مرحبا و خوش آمد را به قول شما ویلکم عرض میکنم. استاد برهانی الحق و الانصاف دیگه سابقه ماشاءالله طولانی در تحصیل علم حوزه کهن نجف، هزار ساله نجف، از محضر اساتید مجرب و فوق العاده در جوار پاک آقا امیر المؤمنین سرچشمه علم و معرفت پیغمبر فرمود انا مدینه العلم و علی بابا استفاده کرد و بقره بود و بعد در حوزه علمیه قم از ناموآوری های حوزه هم از محضر اساتید و بزرگان زیاد استفاده کرد و بعد عمر گرانقدر خودشون را برای تبلیغ دین، لذا ما تعبیری که داریم الحق و الانصاف، ایشان بگیم که یکی از سرمایه های علمی، هنری و سرمایه های تبلیغی مردم و ملت ماست. خداوند انشاءالله این سرمایه ها رو برای ما نگه داره و دیگه هر چه تعریف کنیم کم هست، ولی به قول اون شاعر بگیم یا اون کلام خوب زیبایی که عطر آن است که خود بگوید، نه اینکه عطار بگوید. لذا ما زیاد شما رو منتظر نگه نمیدارم که همچنانی که در اربعین هم در محضر این استاد هستیم دیگه از بیانات و نفس قدسیه ایشان استفاده میکنیم و امشب هم از محضرشان دیگه همه ما استفاده و بهره انشاءالله ببریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و تعلیم و تربیه نسلتون پر کنید تا شما هم با کاروان مترقی و پیشرفته در یک کشور پیشرفته ملحق شید. عزیزان، برادران، خواهران، یکی از اخلاق انسانی و آداب اسلامی این است که انسان رعایت قانون را کند، قانونمند باشد. ما امسال توفیق حاصل شد در استرالیا آمدیم، محرم به افرادهای مختلف، حتی با مردان و زنان مختلف تماس داشتیم، احوال اونها را گرفتیم. بعض تبلیغات فهمیده و نافهمیده می شود که بابا دیگر لازم نیست که ما قانون این کشور را که نمیدونم کشور کافر است مراعات کنیم.